دوستای عزیز، سلام تقدیم همگی شما. امیدوار هستم جور و صحتمند باشین و ما هم در رابطه با نشست دو روزه که امروز در بروکسل صورت گرفتم از در خدمت شما هستم. قسمی که شما هم در جریان هستین، نشست دو روزه لویدر سیزان کشورهای عضو ناتو و همچنان بیش از 14 کشور شریک یا پارتنر ناتو امروز در مقر این سازمان نشست داشتن و در رابطه با مسائل مختلف بحث و گفتگوهای داشتن که موضوع عمده بحث از اینا را در رابطه با مسائل افغانستان ما با شما یک جای شریک می سازم. کمیته نظامی ناتو در نشست دو روزه که امروز روز پایانی از این بود و این جلسه به پایان رسید در رابطه با ماموریت حمایت قاطع که کار کرده از اونا را بررسی کردن از سال گذشته را و همچنان اینکه چگونه میتونن در آینده در سال 2018 به افغانستان ماموریت حمایت قاطع چنه و کار را باید بکنه، روی از این بحث و گفتگوی کردن که خلاصه از این را به شما پیشکش میکنم. خب اولی که جنرال پیتر پاول، قماندان قوای عمومی ناتو در اروپا در نشست خبری شرکت کرد و یک بار دیگر تعهد مجدد کشورهای عضو ناتو را و همچنان کشورهای پارتنر برای حکومت برای ادامه همکاریشان در افغانستان اعلان کرد و گفت که دیدگاه بسیار مثبت نسبت به همکاری های دوامدار در افغانستان وجود دارد و ما بسیار خوشبین هستیم از اینکه کشورها تاکید مجدد خود به خاطر ادامه همکاری در سال 2018 در افغانستان داشتند. همچنان چیز بسیار مهمه که آقای پاول به او اشاره کردیست که گفت باید در افغانستان اعتماد سازی صورت بگیره و مردم بیشتر به نیروهای امنیتی اعتماد پیدا بکنن و یک نیاز مبرم است که باید در این سطح توجه بیشتر صورت بگیره و بتانیم بیشتر اعتماد میان مردم و نیروهای امنیتی و دفاعی به وجود بیاید و در این راستا بیشتر تلاش شود تا نیروهای امنیتی افغانستان آموزش بیشتر ببینند و بتانند بیشتر مسلکی تر عمل بکنند و بتانند از این طریق پیامهای مثبت به خاطر دفع کردن جنگ در افغانستان داشته باشند. همچنان او گفت که ما در صحبتهایی که با مقامات ناتو در افغانستان داشتیم اونا شرایط دشوار افغانستان برای ما تشریح کردند و همچنان نیاز حکومت افغانستان برای ما اطلاع دادن و ما هم تلاش میکنیم تا در بخش نظامی بیشتر با حکومت افغانستان همکار باشیم و بتانیم بیشتر اینا را کمک بکنیم. خب هرچند ای هر سال جلسه لویدر استیزان کشورهای عضو ناتو و همچنان کشورهای شرکت کننده ناتو یا همکار ناتو برگزار میشه و این 178مین جلسه کاری از اینا هست که برای دو روز ادامه داشت و در رابطه با مسائل افغانستان، کشور اوکراین، روسیه، سوریه، عراق صحبت کردن و همچنان مسائل داخلی خود ناتو را به بررسی گرفتن. ای که تمام کشورها تعهد مجدد خود به خاطر افغانستان داشتن خودش میتونه یک گام بسیار مثبت در رابطه با مسائل افغانستان ارزیابی شود. هرچند شرایط امنیتی افغانستان اینا دشوار خواندن و گفتن که خب نسبت به گذشته نیروهای امنیتی افغان تلاش بیشتر میکنن ولی هنوز هم کافی نیست، باید همکاری بیشتر در این راستا صورت بگیره. و جنرال پاول گفت ما ملاقاتایی که داریم یک چارچوب به خاطر نحو کارکرد یا فعالیت در سال 2018 داره، نه تنها در رابطه با مسئله افغانستان، یعنی در کل برنامه کاری ما قسم است که ما یک چارچوب به خاطر
پیشبرد کارای خود در تمام کشورهایی که ناتو به او به اصطلاح دخیل هست داره و در ماه سپتامبر بار دیگر ما یک نشست با تعداد از سران کشورها یا به اصطلاح مقامات عالی رتبه کشورها خواهیم داشت و این را ما میبینیم که تا چه حد ما توانستیم که همین برنامه خود به اصطلاح به پیش ببریم و بتانیم او را تطبیق بکنیم. در رابطه با مسائل پاکستان هم صحبت کرد و گفت که مسائل افغانستان بدون همکاری پاکستان یعنی ممکن نیست که ثبات در افغانستان تأمین شود. به همین دلیل روی همکاری های منطقوی بیشتر توجه شود و بیشتر کشورهای منطقه همکار همدیگر باشند به خاطر نابودی تروریسم بتانند متحدانه ایستاد شوند و بتانند تروریسم از بین باوران و تنش ها که میان کشورها گاه به وجود می آید از طریق گفتگوهای سیاسی یا دیپلماتیک حل بکنند. به جا نخواهد بود که در رابطه با مسئله تنش میان والی بلخ و همچنان رئیس جمهور که صورت گرفته به این رابطه هم ازش سوال شد، اما خب به شکل مستقیم جواب نداد، ولی توجه به این کرد یا اشاره به این کرد که باید مسائل افغانستان از طریق گفتگوهای داخلی باید بالاخره به یک نتیجه برسن و بتانن بیشتر روی همکاری با همدیگر تلاش صورت بگیره و بتانن مسائل حل و فصل بکنن. خب ای که تعداد عساکر در افغانستان در جلسات گذشته تاکید شد که باید بیشتر از 16,000 در افغانستان باشن، گفت که برای فعلا ما برای تعداد نمبر توجه نمی کنیم، یعنی باید بیشتر توجه به کیفیت شوه. ای که تعدادشان کم است یا زیاد شوه ای بر ما بسیار بسیار مهم نیست، اما بیشتر توجه شوه که کیفیت کاری در اونجا مؤثر باشه و بیشتر روی ازی توجه می کنیم. اما باز هم اگر ما ببینیم که در آینده تعداد نیروها در افغانستان بیشتر به اصطلاح تلفات یا تنش‌ها کاهش پیدا نکنه، باز روی گزینه بعدی که شاید ازدیاد نیرو باشه، شاید هم مسائل تجهیزات باشه، بعدا روی از او صحبت خواهیم کرد. روز گذشته همچنان جنرال دامسفورد لویدرستیز عمومی قوای مسلح امریکا هم در این نشست دو روزه شرکت کرده بود و همچنان در رابطه با مسائل تنش‌ها میان پاکستان و امریکا صحبت کرد و گفت که کشور امریکا و پاکستان در شرایط فعلی به اصطلاح توافق کلی میان از این دو کشور در دیدگاه ها وجود نداره، ولی ما خودم گفت که متحد هستم که این دو کشور بتانن روابط خود دوباره بتانن احیا بکنن، ولی به خاطر بهبود همکاری میان دو کشور باید روابط مؤثرتر از این جستجو شود و راه های جستجو شود که بتانن روابط و همکاری از این کشورها بیشتر از گذشته باشه و پاکستان بتانن نسبت به گذشته بیشتر به گفته های خود عمل بکنه. و همچنان در رابطه با مسائل افغانستان بار دیگر تأکید کرد که افغانستان مشکلش به تنهایی نمیشه حل کرد، باید کشورهای منطقه در این مورد به خاطر ثبات افغانستان بیشتر کار بکنن و بتانن دیدگاه مثبت داشته باشن تا بتانن شورشیان یا به اصطلاح طالبا و داعش و القاعده را نابود بسازن. و همچنان تاکید کرد آقای پاول که داعش و گروپای تروریستی بسیار خطرناک هستند، نه تنها برای افغانستان بلکه برای تمام کشورها. به این دلیل باید مشترکاً روی از این کار صورت بگیرن تا به خاطر نابودی گروپای تروریستی مبارزه مشترک و بسیار جدی نیاز است تا بتانیم اون را از بین ببریم. این بود مسائل مختلف نشست خبری جنرال پیتر پاول، سرقومندان قوای اعلای ناتو در اروپا و همچنان دو تن دیگه هم شرکت کرده بودند که در رابطه با مسائل
ناتو دیدگاه خود بیان کردن، اما در رابطه با مسائل افغانستان اونا بیشتر صحبت نکردن و به می دلیل هم از نظرات از اونا در رابطه با کشورهای دیگه خودداری کردم و شما را به الله پاک می سپارم. وقتتان خوش، موفق باشین. کنسولگری سفارت افغانستان در واشنگتن یکی از نهادهای دیپلماتیک افغانستان در امریکا است که سهولت‌های زیادی را برای افغان‌های مقیم این کشور ایجاد کرده است. حبیب الله حبیبی، کنسول سفارت افغانستان در واشنگتن که به پایان کارش نزدیک شده، میگوید این نهاد دیپلماتیک روند ارزای خدمات کنسولی برای افغان‌های مقیم آمریکا و همچنان توزیع ویزای افغانستان برای اتباع خارجی را ساده‌تر و بهتر ساخته است. از جمله افرادی که دارای کهولت سن و بعضی معاذیر دیگر هستند، کارمندان کنسولگری شخصا نزد آنان مراجعه میکنند. حبیب الله حبیبی، دیپلمات خوشنام و مطرح افغان، 3 سال پیش با عنوان کنسول افغانستان در سفارت افغانستان در واشنگتن آغاز به کار کرد. وی میگوید در این مدت زمان به همکاری و در هماهنگی با سایر همکاران کنسولگری فعالیت های زیادی را در عرصه های عرضه خدمات کنسولی برای اتباع افغانستان و سایر خارجی ها انجام داده است. وی برخی از کارکردهایش را در زمان ماموریتش چنین برمی شمارد. بخش کنسولی سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی یکی از پرکارترین بخش های سفارت به شمار میره که روزانه با ارائه خدمات کنسولی در خدمت هموطن های افغان ما و شهروندان امریکا قرار داره. و از روزی که ما کار در این بخش به عنوان مسئول آغاز کردیم تقریبا 3 سال میگذره که ما امروز در روزهای اخیر ماموریت رسمی ما قرار دارم. و از ابتدای کار تلاش ما همی بوده تا با ایجاد فضای بسیار دوستانه و صمیمی در کنسولی بتانیم یک تیم واحد ایجاد بکنیم که خوشبختانه به او هدف رسیدیم. و امروز اگر ما شاهد موفقیت هستیم در این بخش، بدون شک مرهون سعی و تلاش همه همکارای عزیز ما، چی اونایی که ختم وظیفه شدن و امروز در کنار ما نیستن و چی عزیزایی که تازه به ما پیوستن و جزئی خانواده کنسولی شدن، تلاش کردیم تا به همه افغانای ما از هر قوم، زبان و مذهبی که تعلق دارند این احساس بتیم که کنسولی خانی خودشان است و هیچگاه با مراجعه به کنسولی احساس بیگانگی نکنند. آقای حبیبی میگوید برای سهل ساختن خدمات کنسولی آنان سهولت های انترنتی را برای اتباع کشور ایجاد کردند که از این طریق می توانند اطلاعات حاصل کنند و همچنان وعده ملاقات به دست بیاورند. وی اظهار می دارد آنان برای عرضه خدمات برای آن عده از اتباع کشور که دارای کهولت سن، مریضی و یا هم توانایی مراجعه به کنسولگری واشنگتن را ندارند، گروه های کاری را تشکیل دادند که نزد آنان مراجعه کرده و کارهایشان را طی مراحل می کنند. برای اولین بار در تاریخ سفارت ما سفرهای ایالتی داشتیم برای رفع مشکل افغانای ما که در ایالت های دوردست قرار دارند و از نظر اقتصادی و از نظر مشکلات صحی نمیتوانستند به واشنگتن بیان. ما یک تیم کاری را ترتیب کردیم، در تفاهم با نماینده های افغان ما در ایالت دیگه روان کردیم و مشکلات اونا را حل کردند. و ضمن در قسمت مسائل حقوقی، بخش حقوقی ما تلاش کرده تا مشکلات هموطنان ما را با ترتیب وکالت خط، وراثت خط و اسناد حقوقی دیگه که نیاز دارند به موقع انجام بدن. و در این تو حالت های استثنایی هم اتفاق افتاده که مشکل داشتن موکلین ما که آمده نمیتونستن به کنسولی، ولی با همون درکی که وجود داشت هم از نظر قانونی حق داشتن که یکی از همکارای ما رو ما روان بکنیم. رفتن و اسنادشان را ترتیب کردن در خانه خودشان با مصارفی که از نظر قانون باید خودشان. ضمناً به یک تعدادی که مریض بودن یا از نظر اقتصادی یک خانواده نمیتونست از ایالت‌های دور مراجعه بکنه به واشنگتن، به همکاری ریاست کنسولی وزارت امور خارجه که من از اینجا ازشان سپاسگزاری میکنم واقعا حمایت کردن از طرحهایی که ما داشتیم در این مدت، ما تانستیم که استثناءً فینگرپرینت از اونا را ما بپذیریم که از ادارات مشخصی که در ارتباط کار میکنن بدون حضور فیزیکی اونا ما حتی پاسپورت هم برشان صادر بکنیم. در مواقعی که نیاز بوده هم برشان صحبت تلفنی صورت گرفته تا تثبیت شود که همین شخص افغان است. ابتکار خود شما بوده؟ در کل ابتکار کنسولی بوده، بله، که در گذشته سابقه نداشته، ولی تلاشی که صورت گرفت در نهایت
بزرگترین مشکلی که ما داشتیم در ابتدا ما به یاد دارم که ماها منتظر میماندن افغانای ما به دلیل دوپارچه شدن نامشان بود که اسنادی که از امریکا به دست داشتن مخصوصا گرین کارت نام اینا به اصطلاح با اسناد افغانیشان یکسان نبود و ما نمیتونستیم بدون در نظر داشته اسناد افغانی و اینا به روی اسناد امریکاییشان پاسپورت صادر بکنیم ولی خوشبختانه این هم دفعه‌ام با وزارت خارجه حل کردیم ما استثناءً به اوی افغانای ما کامل گرین کارت بودن پاسپورت به اساس اسنادی که از امریکا به دست داشتن برشان صادر کردیم که این بزرگترین مشکلشان تانست حل بردازن این دیپلمات افغان همچنان اظهار می‌دارد که برای شفافیت کار و تثبیت دقیق هویت افراد پاسپورت بر اساس تذکره داده می شود و افرادی که تذکره ندارند می توانند بر رویت تذکره اقاربشان به صورت غیابی از افغانستان تذکره دریافت کنند. پاسپورت معمولا برای کسایی صادر میشه که افغان هستند. بعد از اینکه هویتشان تثبیت میشه می توانند که پاسپورت بگیرن. خوشبختانه ما در سلسله دستاوردهایی که داشتیم در قسمت تنظیم اپوینتمنت و عرض تعیین وقت ملاقات برای بخش پاسپورت ما سیستم آنلاین در وبسایت ما فعال ساختیم که میتونن اپوینتمنت بگیرن و بعد از یکی دو روز پاسپورتشان صادر بکنیم و در اختیارشان قرار بدیم. یقینا امکاناتی که ما در اختیار داشتیم به تناسب حجم کاری که وجود داشت به مراتب کم بود ولی با امو درک مسئولیتی که همکارای ما داشتن تلاش کردیم تا هر افغان ما که مراجعه میکنه به موقع برشان رسیدگی صورت بگیره چه در بخش حقوقی بوده چه در قسمت صدور پاسپورت بوده کوشش کردیم که هیچگاه ناامید برنگردن از کنسولی به همین خاطر با امو احساسی که در مجموع دمی تیم واحد و مشترکی که ایجاد شده در کنسولی وجود داشته افغانای ما در نهایت موفق شدن به اصطلاح که بعد از مراجعه به موقع اسنادشان برشان صادر شد و هیچگاه احساس نکنن که با مراجعه به کنسولی نیاز است تا واسطه بکنن یا حداقل احساس بیگانگی بکنن. در این حال شماره از همکاران آقای عبیبی کارنامه های وی را در جریان ماموریت دیپلماتیکش مؤثر می دانند. اسلام الدین احمد زای ما دی افغانستان دی سفارت کار کوون کای ربیبی صاحب یو لریرو خو رهبرانو څخه دا چې همیشه د موږ سره دی یو ور په شکل سره کار کړای دا نه دی یو باس په شکل سره چې موږ باندې امر وکي یا کوم خلاف دی قانون کار وکي ولیکن دی یو ور په شکل سره موږ سره مخته دی محمد فایق وایدی یک تن دیگر از دیپلماتان افغان که در همکاری نزدیک با جناب حبیبی کار میکند در این مدتی که با هم در سفارت هم کار بودیم در اینجا خاطرات بسیار خوبی از لحاظ شخصیتی ازشان داریم آدم حلیم و نرم آدم بردبار آدم سنگینی بود یک رابطه بسیار خوب و صمیمیت با همکارهای دیگه خودشون مهمگی داشتیم با هم ازشان خاطرات خوش داریم آبه عبدالله خداداد یک تن از دیپلماتای جوان دیگه سفارت افغانستان میشه خاطراتتان شناختتان و نحوه برخورد جناب حبیبی را با خود شما و با سایر همکارا گذشته از او با وطندارای ما در هجرت قصه بکنین و امر ما قسمت کنین مهمترین چیزی که ازشان به عنوان همکار شما مخته میسته که چطور صبور و بردبار باشید و با حوصله‌مندی و نیت نیک و هدف خدمت گذاری به هموطنان کار بکنید. این میراث بسیار خوب است که از جناب حبیبی اینجا میمونه و همه همکاران ما زمینی کار و ابتکار و همچنان زمینی خدمت گذاری را فراهم کرده و یک فضای بسیار دوستانه در محیط کاری ما خوشبختانه اینجا مساعد شده در مجموع آسانی آمده در کار و خدمت برای هموطنان مخصوصا بعد از اینکه آقای حبیبی این مسئولیت گرفته و پیش از این هم خدمات صورت گرفته که نمیتونه منکر از او باشه اما خوشبختانه یک میراث خوب کاری برای ما مونده یقینا شما هم یکی لازم و ملزوم دیگه بودید
هموطن یک قطره من یک قطره تو خاک بیباران چمن کی بشود. شمار زیاد از افغانهای مقیم امریکا از جمله خودم واقعا از کارکردهای جناب حبیبی راضی هستیم. خدمات کنسولی برای مردم انجام داده است. میخوایم بگویم که رواج در بین کشور ما امین طور است یا در بین ما افغانها رواج چنان است که وقتی کسی مقرر میشه باز به حد به دیدارش میرن. در مقرریش همه کس میره خود معرفی میکنن، گل میبرن، تحفه ها میبرن، نان نیفم چاشتو دیگر دعوت میکنن برای ازی که آغاز به کار کردن. ولی خوشبختی آقای حبیبی به حیث قنسول افغانها در ایالات متحده آمریکایی است که در وقتی که خداحافظی میکنه جوقه جوقه فرهنگیان، روشنفکران، اهل خبره، هر کدام خانواده ها، مادران و پسران همه دست همدیگر گرفته و میرن میگن که امی بچه را خداوند به پناه و عصمت خود نگاه بکنه که ما قنسولی را خانه خود فکر میکنیم. اینی روش کار مطلوب آقای حبیبی در زمان کارش در سفارت کبرای افغانستان بوده به حیث قنسول. جای داره که ما بگویم که جمع دستندرکاران سفارت افغانستان در ایالات متحده امریکا همشان واقعا افغانها را عضو خانه و خانواده اصلی خود فکر میکنن و همشان قابل ستایش هستن. ولی آقای حبیبی در مدت زمانی که ایجا کار کرد هیچ کس قنسولی را بیگانه از خانه خود احساس نمی کرد. همیشه با جبین گشاده، همیشه یک دیپلمات بسیار خوب، همیشه راه و روشش واقعا به راه و روش یک بچه افغان، یک مرد افغان و یک دیپلمات افغان می ماند. ما برشان موفقیت بیشتر می خواهیم و آرزوی دیدارش بخیر که برن وطن باز دوباره داریم، چه به اینجا چه ما بریم در افغانستان. رفتن و آمدنت آمد و رفته دیگر است، موج گل می روی و آب بقا می آیی. فقط بهش می خواهیم تشکر یک بار دیگر نظیر جان کریمی از شما که واقعا امیل. عبدالقدیر فطرت رئیس پیشین در افغانستان بانک که فعلا در ایالت ورجینیا به سر می برد از اوصاف نیک حبیبی چنین یادآوری می کند. در مورد آقای حبیبی باید عرض کنیم که ما شنیدیم که با آمدنشان اونا بایسی سرقنسل سفارت تغییرات وسیع و بنیادی را در قنسلگری سفارت افغانستان در واشنگتن ایجاد کردن، سهولت های فراوانی را به میان آوردن، پروسه کاری را مختصر ساختن، سهل و آسان ساختن و قراری اطلاع که قبلا مردم برای یک کار یک هفته یا دو هفته انتظار میکشیدند، اینا این پروسه را به یک روز کم ساختند که اکثر مردم میتونن که در یک روز برون و اسناد مورد ضرورت خود طی مراحل بکنن و بگیرن. برشان همیشه برخلاف ما قنسلای گذشته را نشنیدیم، ولی از زبان بعضی از هموطنها جا شنیدیم که دیدار با قنسل های گذشته و قدر ساده نبوده، ولی یادم بسیار یعنی در اختیار همه بود، با همه کس در تماس بود، با افغان های متعدد در تماس بود، یک آدمی بسیار متوازی، یک آدمی بسیار حرف شنو و کوشش میکرد که به تمام پیشنهاد های وطندارا را با جبین گشاده میشنید. یک دیپلمات بسیار خوب و با درایت میره یافتم و یک آدم بسیار متواضع و با تقوا و امیدوار استم که در کارهای آیندهشان هم موفق باشن. ما از دیدن آقای حبیبی و یکی چند بار مرا هم در عالم ناشناسی دعوت کردن به سفارت و در مواقع دیگه با ما صحبت کردن، ما درک میکنم که یک انسان فوق العاده اجتماعی و یک انسانی خدمتگار به مردم هستند و ما برای در آیندهشان و در وظایف و آیندهشان برشان موفقیت آرزو میکنم از خداوند. ما باید یک آدمی که شاهدی کارنامه های خوبی از اونا در ایجا بودیم، اما قدر میتونم بگم که خدمات ارزنده ای انجام داده و شایسته ای انجام خدمات بزرگتری خواهد بود. او را دیگه به وزارت خارجه
جمهوری اسلامی افغانستان میگذاریم که اونا چی تصمیمی میگیرن، اما آقای حبیبی مستحق هر پوزیشنی هست. سید احمد علمی، یک تن از علمای دینی اهل تشیع باشنده ایالت ویرجینیای امریکا، میگوید آقای حبیبی همیشه تاکید روی تحکیم وحدت. جناب محترم حبیبی صاحب یکی از کارمندای فعال ورزیده و با تجربه وزارت محترم خارجه افغانستان هستند. برای سهولت هموطنان گرامی ما همچنان ابتکارات در نظام و سیستم کنسولگری داشتن که واقعا قابل تقدیر است. ملی داشته است. پروین جان رحمتی یکی از ژورنالیست‌های نخبه افغان است که در سطوح مختلف در میدیای رسانه‌های بین المللی کار کردند. چند قبل ما یک مصاحبه داشتم با جناب حبیبی صاحب. شما باور کنین نظیره جان، وقتی که در جریان مصاحبه بودم، ما از گفتار و کردار محترم حبیبی صاحب دریافتم که واقعا یک دیپلمات نهایت عالی هستند، با استعداد هستند، که این افتخار نه تنها برای وزارت محترم خارجه است، بلکه برای تمام افغانای ماست. اگر همچو دیپلمات های محترم ما داشته باشیم، شما باور کنین که افغانستان انشالله در یک مقام بسیار بلند قرار میگیرن، به خاطری که یک دیپلمات صادق هستن، به کار خود پابند هستن، مطابق اصول و قوانین کشورها کار میکنن. چغل حبیبی صاحب سنگه چه ما مخکم ویل یا و پوها یا ارزشناک انسان دی، دا ده طول افغانانو پا خدمت کی دی، دا حبیبی صاحب دا نگوری چه ده ملیتون و عبیزه و تعصب و لسانی تعصب، مذهبی تعصب دیشن دا اصلا دقیق پام نشته. رئیس انجمن دکتر افغان در امریکا هستم. دکتر صاحب میگن که حبیبی صاحب هر جایی که باشن آبشان سرد، نانشان گرم باشه. واقعا حبیبی صاحب چه دست یا شخص ده چه، یعنی ابتدا اول ورز من چیز ورسر آشنا شم، کنسلگری تا تلیوم نو آلت سرا کلا چه دای خبر شو چیز ده افغان دکتران ده طولانی مربوط یا شخصیم، او البته د افغانان د ټولنې اړوند یو کس یم دلته په امریکې کې، نو تاسو باور وکړئ زه خپل دفتر نه خپله راووت او شخصا خپله خدمت ته راغی او پوښتنه یې وکړه که څه شته ضرورت وي څه نه. خو ما چې د دې دا توازو او د دې دا مهرباني ولیده، نو ما ته واقعا دا احساس راکړ چې دا شخص چې دی واقعا ملي احساس لري او د یو ملي احساس پر بنسټ او همدارنګه د خدمت په توقع باندې یا په تمې باندې دی مقام ته راغلی دی، ان شاء الله دا به خدمت وکړي. نورو دوستانو نه ملګرو نه هم چې خبر شوم هغوی سره مې عینې رویه کړې وه، همداسې به خپله خدمت کې و د دوی، او ما خپله هم چې همیشه ورباندې غږ کړی و نو دوی نه نه دی ویلي، همیشه مثبت ځواب راکړی. کم دوستان مې چې ورته په ستونزه کې به ډېر عاجل به د مثال په توګه باندې پاسپورټونو ته ضرورت و یا به نور اسناد ته ضرورت و، سفر به درلود و خصوصا د اختر و برات د مسایل چې راځي اکثریت افغانان کوشش کوي خپل هیواد ته استانه شي، نو تاسې باور وکړئ چې ما همیشه پرې غږ کړی دی، دوی له بیک ویلی دی او همیشه تر نهایي حده پورې دی کوشش کړی دی چې هغه ستونزې د دوی حل کړي، حتی په څلیرویشت ساعتونو کې خلکو ته د پاسپورټ غم وخوري. په هر صورت دوستي مو د هماغه اوله ورځ نه شروع شو او حبیبي صاحب زما په خپله په زړه کې ځای ونیو، د یو دوست په حیث باندې، د یو ملیګرا افغان په حیث باندې، او ما باندې ګران شو. نو ما دوستي مو د هماغې وخت نه تر اوسه پورې جریان لري او همداسې خدای دوامداره ولري، نو همداسې همیشه چې ورسره ناست شوی یم، نو د دوی نه ما هماغه یوازینی احساس چې ما ته راکړی هغه یو ملي احساس دی چې ټولو وطنوالو ته په یوه سترګه باندې دی کتلی دي. ستونزې شته دی نن سبا بدبختانه په ځینو خلکو کې شته دی، ځینې مریضان پیدا شوي په هیواد کې، ډول ډول مسایل رامنځته کوي، خو دا شکر دی چې په هغه ځایونو کې چې هلته د افغانستان د ټول افغانستان څیره وي یا تصویر خپرېږي چې هغه سفارتونه دي د افغانستان په نورو هیوادونو کې، نو دغه سفارتونو کې داسې اشخاص دپاره واقعا ضرورت دی که غواړي یو هیواد چې خپل اصلي تصویر د وحدت ښکاره کړي او د یووالي ښکاره کړي، نو داسې کسان باید په داسې ځایونو کې وګوماري لکه حبیبي صاحب چې هغه خلکو ته یو ملي څیره ورکړي، د هیواد یوه څیره ورکړي، نه دا چې څو څیرې ورکړي. حالا زمان ماموریت آقای حبیبی به اتمام رسیده و قرار است دوباره به افغانستان بازگردد و در وزارت خارجه به کارش ادامه دهد. وی در زمان ماموریتش خدمات زیادی را در راستای فراهم آوری سهولت در روند عرضه خدمات کنسولی برای مردم انجام داده است. نظیر عظیم کریمی، شبکه جهانی امید 24،
مقر کنسولگری افغانستان، واشنگتن دی سی.